سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. سلام مهسا جان، شب شما بخیر باشه. ممنون که بازم شبتون بخیر. داری زحمت میکشی و این لایو رو برگزار میکنی. زحمت برگزاریش با شماست دیگه همیشه. ممنون از شما که وقت میذاری. من راستشو بخواین این بحث یه ذره داشتم یکم جنبندی میکردم قبل لایو، یه لحظه مشکوک شدم خودم ADHD باشه. نمیدونیم، حالا ببینیم که آخر لایو تشخیص به چه صورت. آره، چند نفرم برای من همین سوال رو فرستادن، علائمشون رو فرستادن، گفتم به نظرت داریم یا نداریم. منم منتظرم علائم ما رو بپرسم. آره میتونی، واقعا یک موضوعیه که حالا نمیدونم تو دنیای امروز، حالا اینو بعد یه ذره تاریخیشو بریم ببینیم واقعا تو دنیای امروز اینطوری شده یا همیشه چالش انسان انگار این تمرکز نداشتنه بوده، این حواس جمع نبودنه و الان خیلی شدید شده. یعنی من مثلا یکی از دایرکت های پرتکرارم همینطور که حالا اول لایوم گفتم اینه که ما تمرکز نداریم، حواسمون پرت، همش نمیتونیم کتاب بخونیم، نمیتونیم یه چیزی رو شروع کنیم یاد بگیریم و نمیدونیم بعد چی کار کنیم، مثلا بریم دارو بخونیم، ADHD چی. و خب آخه نمیشه همه هم ADHD باشن، از یه طرف من اینجوری فکر میکنم نمیشه که مثلا همه درگیر این موضوع باشن و باید دقیق بشناسیمش. یعنی من فهم کنم یکی از اتفاقات خوبی که تو این لایف داره ایجاد میشه اینه که ما به یک آگاهی در واقع برسیم نسبت به این اختلال و همینطوری مثل یه هر دوره ای. من حالا اینو به شوخی تو فضای روانشناسی با دوستان میگفتیم که گاهی وقتا هر دوره یه اختلالی انگار مود میشه، مثلا با کلاس، مثلا با یه حالت خاصی میگن من دپرشن یه دارم، یه مدت اوتیست بود. هر دوره هر دوره افسردگی مدت با کلاس، مثلا خانمای مثلا خیلی استایل خاص و اینه، مثلا ما درگیر افسردگی هستیم و مثلا یه حالت جست شده بود. حالا این ADHD هم جدیدن شده انگار یه مدلی که مثلا پروفایلش طرف مثلا میزنه. من یک ADHD یا همچین مواردی رو دیدم که خیلی برام احساس میکنم یکم این اسما رو ما میایم تیتروار گوگل میکنیم و یه اطلاعات کلی میگیریم و بعد لیبل میزنیم به خودمون به دیگران و خیلی این آگاهی لازمه. چون حالا این آگاهی خیلی میتونه کمک کنه که ما بریم به سمت اینکه لایف استایلی رو انتخاب کنیم که با توجه به ویژگی هامون بتونیم مسیر درستری رو پیش ببریم. خب من منتظرم که در واقع ما منتظر آقای دکتر اربابی عزیز هستیم. یک کوچولو گفتن که صبر کنیم که بپیوندن به جمعمون. حالا تو این فاصله بذارید یه مقدار پیام ها رو هم من نگاه بندازم. بیشترین چیزی که البته الان تأثیر گذاره که شاید آدم ها به اشتباه فکر میکنن ADHD دارن، بحث این حواس پرتی هاییه که گوشی های هوشمند یا دنیای اطرافمون برای ما داره درست میکنه. یعنی اون اعتیادی که فرضاً ما به اینستاگرام پیدا کردیم و هی باید بریم ازش چکش بکنیم و اینجور داستانا، یا حواس پرتی اخباری که الان وجود داره. خب ما توی یه دنیایی وجود داریم که الان خیلی اخبارها شدیداً داره تغییر میکنه از این ور به اون ور و هر روز شما میشین. دقیقاً دقیقاً. و خب همینا باعث شده که آدم‌ها اون اختلال تمرکز رو پیدا بکنن و نهایتاً فکر بکنن که شاید این علائم اولیه ADHD آدم است. حالا باید ببینیم که چجوریه دیگه. دکتر اربابی تشریف میارن الان و در رابطه با ADHD و اینکه آیا واقعاً هستش نیستش، چه چیزایی رو بهش میگیم حواس پرتی، چه زمانی واقعاً ADHD، چه زمانی میتونه علائم اولیه آلزایمر یا هر چیز دیگه‌ای باشه، راجع به اینا حالا با استاد صحبت بکنیم. چه زمانی حتی بعضی از علائمش مثلا همپوشانی داره با مثلا اختلالی مثل دو قطبی، بعضی مدل های افسردگی حتی. یعنی این دقیقاً. خیلی پیچیده است. بیشتر از همه افسردگیه. بله دقیقاً. و این پیچیدگی رو ما خیلی، من فکر می‌کنم شاید حالا فعلا تا آقای دکتر درمیان دوست دارم در مورد این موضوع صحبت کنم که یکی از هدف‌های اصلی، یعنی چون هدف اصلی واقعاً این مجموعه لایوی که ما داریم با مجموعه نورو نیو می‌ذاریم و واقعاً خیلی انرژی بره، یعنی از این جهت که خب اساتید واقعاً تایم ندارن و این زمان رو دارن ایجاد میکنن که ما بشنویم ازشون یاد بگیریم، اینه که خیلی از اطلاعاتی که ما تو همین پیجای مختلف میبینیم و گوگل میکنیم واقعا درست نیست و ما باید یکم عمیق‌تر و با تأمل بیشتری مسائل ببینیم. و این در واقع در راستای یک آگاهی بخشیه. من خودم اینترستم تو حوزه در نوروساینس، حوزه لرنینگ و خلاقیت و موضوعاتیه که حالا شاید بیشتر میره به سمتی که مثلا آدم ارتقا بده یک سری از مهارت‌های خودش رو. و یه جایی احساس کردم که خب ما نیاز داریم، انگار وظیفه‌مونه که بیایم روی یه سری مواردی که
میتونه کمک کنه که افراد آگاه بشن و کمتر رنج بکشن بحث داشته باشیم. و من خیلی ویژه تشکر میکنم از شما که این همراهی رو داشتید. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. سلام، شب شما بخیر. سلام دکتر. سلام استاد، شبتون بخیر. و آیتون گنجزنی زاده، حالتون خوبه انشالله؟ ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. من داشتم با آقای دکتر گنجی‌زاده میگفتم که من این داشتم قبل از لایو یه ذره بیشتر ADHD رو مرور میکردم، احساس کردم خودم تریتاشو دارم. حالا ببینیم تا آخر لایو. حتی منم دارم کلاً. نهارم بریم جلو. ADHD جنبه‌های مثبت هم داره. بله، شاید از شما داشته باشین که موفقین احتمالاً. خیلی ممنون از لطف شما آقای دکتر. خیلی ممنونم، بی نهایت ممنون از وقتی که دارید میگذارید. من اگه بخوام که با یه سوال بحثمون رو شروع کنم، سوال من اینه که ما الان با یک موجی از شکایت عدم تمرکز مواجه شدیم تو دنیای امروز. یعنی من از دایرکتم، جاهای مختلف که آدم با من صحبت میکنن و سوال میپرسن، دغدغه هاشون رو میگن، یکی از پرتکرارترین دغدغه ها اینه که ما احساس میکنیم متمرکز نمیتونیم باشیم، همش حواسمون پرته، اصلا دیگه مثلا سالها کتاب میخوندیم قبلا، الان انگار کتاب خوندنم برام چیز سخت شد. حالا من چون تو پیجم هم کتاب میذارم، یکی از شکایت ها همیشه همینه که اصلا چجوری میشه کتاب خوند، چجوری میشه متمرکز شد تو درسمون، تو کارمون، یادگیری خیلی درگیری این حواس پرتی رو داریم، یا خیلی میگن انگار حافظه‌مون دیگه اونقدی خوب نیست، همه چی رو فراموش میکنیم. من فکر میکنم ما داریم تو عصر بمباران اطلاعاتی زندگی میکنیم، هر لحظه داریم با یه سری دیتا مواجه میشیم، چرا اصلا این همه دیتا برای اون ظرفیت بار شناختی ما، کاگنیتیو لود ما اصلا مناسب نباشه. و برای خود من این سوال پیش میاد که حالا چقدر از این قضیه به خاطر شرایطمونه، چقدرش جای نگرانی اینو داره که من برم پیش روانپزشک و متخصص و ببینم که من ADHD ام و نیازه که حالا مداخله درمانی، حالا چه به شکل دارو چه به شکل دیگه، انجام بشه. بسیار عالی دکتر گنجی‌زاده، شما نکته رو میخواین در مقدمه بگین یا من شروع کنم؟ خواهم به تو بحث شروع کردم. بسیار داریم استاد. بله شما شروع بفرمایید، من وسطش از خدمتتون سوال میپرسم. خب بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو فراهم کردین و به موضوع جذاب حواس پرتی و بیش فعالی و اینا پرداختین. من فهم کنم که اگر بخوایم به عنوان اینکه من یه بخشی از کارم خارج از دانشگاه کلینیک و دیدن مراجعین هست و اینها، یکی از شکایت‌های شایعی که مراجعه می‌کنن افراد و میان حواس پرتی، نقص توجه، عدم تمرکز و این هاست. و جالبه که خیلی از اوقات هم افرادی که میان و اصلا مشکلشون چیز دیگری است، مثل افسردگی، مثل استراب و چیزهای دیگه، با این شکایت مراجعه میکنن، چون خیلی نمود واضحی تو زندگی ما داره دیگه. وقتی ما حواسمون پرته، وسایلمون رو گم میکنیم، کارامون رو فراموش میکنیم، سری دیگران به ما میگن که چرا حواست پرت، این کارو گفتم انجام بده انجام ندادی، یا اینکه تو کار مشکل پیدا میکنیم. یه شکایتی که سری سر صداش در میاد و سریعا ما متوجه میشیم که این جای کار ایراد داره. این سوال مطرحه، آیا اخیرا این مد شده و داره پیش میاد یا قدیمیه داستان؟ الان شما گفتی خواهم به تو، الان خب خیلی انگار بمباران اطلاعات هست و اینها، مثلا توی قرن 21 از سال 2000 به بعد این اتفاق افتاده یا نه؟ اگر به تاریخ برگردیم، نه اتفاقا زیاد جدید هم نیستش، یعنی موضوع قدیمی هست، ولی در دوره‌های مختلف به اشکال مختلف یا شکایت‌های مختلف تظاهر پیدا کرده. مثلا توی اتفاقا توی فرهنگ ایرانی و پارسی خودمون، خب خیلی در عرفان و تصوف به این اشاره شده بود و مفهوم مثل مفهوم قفلت و در مقابلش هوشیاری یا بهوش بودن خیلی توی متون عرفانی ما زیاد هست. اتفاقا گاهی اصلا بنیاد هستی و زندگی که ما داریم رو بر اساس قفلت میدونن، اتفاقا اون مذمومه که آدم از اون مسیر اصلی مثلا بندگی خودش یا عرفان خودش اگه دور بیفته خب غافله و خیلی خوبه که هوشیار باشه. لذا به اشکال مختلفی موضوع بهش پرداخته شده. در دنیای مدرن در قرن 19 هم خب ما میبینیم در ادبیات این اتفاق رخ داده و یه جورایی تحت تاثیر هم تفکرات معنوی، هم تفکرات شاید با مدل یونگیان بخوایم بگیم، مثلا
در واقع داستان پینوکیو که من قبلا جای دیگه اشاره کرده بودم، باز خودش هم یه معیار از حواس پرتی، یعنی پینوکیو راه مدرسه‌ش رو گم می‌کنه، تحت تاثیر گربه نره روبای مکار قرار می‌گیره، دنبالش جایی که پر سر صدا است و زرق و برق داره میره و انگار یه امر آغشته به زندگی ماست، بر اساس اون چی که ما فکر میکنیم، که فکر میکنیم که حافظه و تمرکز اصل زندگی، اتفاقا اینا اصل زندگی نیستن. یعنی ما فراموشی و اتفاقا غفلت، اینا خیلی مینستریم یا راه اصلی و یا مسئله اصلی در زندگی روزمره ما هستن و گاهی هم به ما کمک میکنن که ما بتونیم همه خاطرات دردآور رو حفظ نکنیم، به خاطر نسپریم یا چیزایی که خیلی ما رو آزار میده. اما تو سالهای اخیر با توجه به این که شما اشاره میکنین، آره، چون مدل داده هایی که به ما میرسه خیلی متنوع و حجم زیادی هست و ما با یک دریایی از اطلاعات با عمق خیلی کم مواجه هستیم، این شکایت بیشتر شده. یکی اینه و از طرف دیگه دیمندم زیاده، یعنی اینکه غیر از این ما با اطلاعات مواجه هستیم، از ما میخوان که تو کارمون فانکشنال باشیم، نتیجه بدیم. یا مثلا شما تو دانشگاه الان میبینید چقدر رقابت ها زیاده دیگه، رقابت خیلی زیاده، مثلا پزشکی ها باید رزیدنتی رو بگذرونن، رتبه خوب بیارن تا بتونن رشته خوبی قبول بشن، یا توی رشته های دیگه هم همینطور، توی کار هم شاید یه مقدار رقابت بیشتر یا فرصت های محدود موفقیت، با وجود این حجم اطلاعات وسیع، این تقاضا یا دیمند رو زیاد کرده. و این سوال رو اینطوری میشه پاسخ داد که حالا حجم اطلاعات زیاده، رقابت زیاده، ما از کجا بدونیم که این حواس پرتی ما حواس پرتی معمولیه یا اینکه نه، همون ADHD که در بزرگسالی هست، من در کودکی حواسم نبوده ولی الان مثلا این تظاهر پیدا کرده. واقعیت اینه که اگر بخوایم خیلی سرانگشتی بگیم، هولوش 4-5% جامعه ممکنه که نقص توجه و بیشفعالی بیمارگونه یا اختلال رو داشته باشن و بقیه تو دامنه طبیعی قرار میگیره. و همین خاطر احتمالاً شما و آقای دکتر گنجی‌زاده و احتمالاً من جز اون 4-5% ممکنه نباشیم، اون تیکه اونوری هستیم که یه مقداری حالا فعالیتمون زیاده، دوست داریم موضوعات مختلف رو دنبال بکنیم. مثلا تو اتاق شما الان هم اون مغزه هست، هم عکس میرزاخانی هست، هم نمیدونم چند تا کتاب ادبیات هست. میشه فهمید که تو ذهن شما هم یه پراکندگی احتمالاً هست دیگه. آیا میشه گفت بگیم خانم دکتر شهرستان از این بک‌گراند لایوش بفهمین ADHD داره یا نه؟ نمیشه با قطعیت گفت. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. خیلی میتونید آقای دکتر، دقیقا همونطور که شما گفتین، خود این دسترسی های بیشتر هم به آدم ها گزینه های بیشتر داره میده، یعنی ناخواسته قبلا مثلا آدم ها محدودیت هاشون بیشتر بود، مثلا انقدر حواسشون پرت نمیشد، انقدر اصلا عواملی نبود که دیسترکتشون کنه، الان اصلا همه دائم داریم دیسترکت میشیم. یه تحقیق خیلی عجیبی بود، جالبی بود، یعنی عجیب از این جهت که چقدر همیشه تغییر کرده، که میزان استقبال از مثلا پدر میاد خونه، میزان استقبال خیلی کم شده به خاطر اینکه همه سرها تو گوشی و این یه چیز جهانیه. و البته دلیلش هم اینه که خب آدم ها دسترسیشون هم به هم زیاده، یعنی از صبح دارن با هم حرف میزنن، ویدیو کال میرن، پیام میدن، این دسترسی زیاده. بعد واسه دیگه مثلا این شکله، خب یعنی یه مقدار این گزینه هایی که زیاد شده هم خودش توی این توجه، یعنی مثلا بابا میاد اصلا توجهی بهش نمیشه که بره بچه بیرون مثلا سلام کنه، در رو باز کنه. و خب خود این مثلا شاید یه بی‌توجهی. من حرف شما رو قطع میکنم برای اینکه یه مقدارم میخوام بحثمون هم مدل ADHD باشه، تو حرف هم دیگه بپریم و اینا. میخوام اینو بگم که از الان بپریم با آخر بحثمون، نها کنین یه موضوعی که ما توی درمان ADHD استفاده میکنیم، کسایی که نقص توجه و بیشفعالی دارن، اینه که در محیطی قرار بگیرن که محرک هایی که در اون محیط هست کنترل شده باشه و اون به بعد اون چیزایی که حواسشون رو پرت میکنه اینها در واقع کمتر باشه. لذا اگر جایی بریم که شلوغه، پر سر صداست و محرک های متعدد میان،
احتمال اینکه حواس ما پرت بشه و نقص توجه پیدا بکنیم زیادتره. و مخصوصا شاید توی دهه اخیر، 10 سال اخیر، با توجه به رشد تکنولوژی موبایل که ما داریم، ناخواسته یه سری از افرادی که نقص توجه نداشتن دارن میرن به یک نوع سکندری این اتنشن. شما یکی از دلایل اصلی این اتنشن ما همین نوتیفیکیشن های موبایل های ماست. دلینگ، الان پیام واتساپ اومد، دلینگ، الان همین اینستاگرام یکی از عوامل اصلی نقص توجه. حالا امیدوارم که این لایو ما کمک بکنه به توجه، ولی چون این نوتیفیکیشن ها مدام شما محرک هایی هست که حواستون از اون موضوع اصلی برمیگردونه، این محیط منجرب شده دقیقا مثل اون جایی بود که در واقع روبای مکار و گربه نره پینوکیو رو بردن، اونقدر پرزرق و برق و سرصدا و این حرفا که دیگه اصلا حواسش از درس و کار و مدرسه و اینا دور بشه. و این مقدار شرایط محیطی ما روی این قضیه اثر میذاره. درسته، تکمیل فرمایش شما آقای دکتر. حالا به جز اون چیز، موبایلی که فرمودین ساعت‌های هوشمند هم اومده دیگه، اونام هی ویبره و نوتیف و اینا دیگه خیلی بدترش داره میکنه. یعنی اگه یه ساعت هوشمند دادم داشته باشه عملا دیگه از زندگی بیزار میشه و خیلی بدتر میشه. حالا سوالی که من داشتم از خدمتتون آقای دکتر اینه که فرمودین حدود مثلا 4-5% جامعه هستن که ADHD دارن و بقیه حواس پرتی هستن. خب این مرزه کجاست؟ یعنی من چجوری الان میتونم متوجه بشم که من یا بقیه شنونده هامون چجوری میتونیم متوجه بشیم که چه زمانی میتونیم فرضاً ADHD باشیم، تو دسته ADHD قرار بگیریم و چه زمانی نمیتونیم قرار بگیریم، جدا از اینکه خب باید به مشاور یا روانپزشک مراجعه بکنیم و اون تشخیص بالینی بذاره و شرح حال بگیره، خودمون چجوری میتونیم این رو متوجه بشیم؟ آیا بچه افتراق خاصی داره؟ اتفاقا این سوال خیلی از ما میپرسن. من تاکید میکنم چون مخاطبای محترم حضور دارن، ما الان بحثمون متمرکز روی نقص توجه بزرگسالانه. من چون تو حوزه بزرگسالان کار میکنم، کودکان حوزه تخصصیم نیست، میخوام که متمرکز رو موضوع بزرگسالان باشیم چون کودکان نمیاد تنوع علائمش و سبک علائمش فرق میکنه. این سوال عادی تو خیلی از ما میپرسن، میگن دکتر ما میخوایم درس بخونیم، حواسمون پرت میشه، فکر میکنیم که نقص توجه داریم، آیا ریتالین بخوریم؟ یعنی دقیقاً میان سریع میپرسن چون فکر میکنن که میخوان درس بخونن، نمره خوب نمیگیرن یا سر کتاب میشینه نمیتونه خوب تو ذهنش ببره، پس احتمالاً ADHD سریع میره دارو استفاده کنه. نگاه کنین همینجا این سوال مطرح میشه که ما موقعی میتونیم دارو شروع بکنیم که اختلال مطرح باشه. اگر اختلال مطرح نباشه، با همون روش‌های غیر دارویی میشه به فرد کمک کرد. حالا کجا هست این اختلال؟ موقعی که این علائم، این حالاتی که شما تجربه میکنید، مثلا این که حواستون پرت، مدام به سر صدا حواستون پرت میشه، نمیتونید پای کتابتون بشینید، وسایلتون رو دارین گم میکنید، یا مثلا این که کارهای ناگهانی انجام میدین، تصمیمای میگین که توش هی مدام پشیمون میشیم، کجا این حالتهایی که ما ممکنه تجربه کنیم اختلالن؟ اونجایی هست که منجر بشه که ما در یکی از حوزه های اجتماعی یا شغلی یا شخصیمون دچار مشکل بشیم. نکنیم مثلا من به خاطر این که حواسم پرت سر امتحان، سوادم خوبه ولی دارم امتحانو میافتم، یا این که به خاطر این که دارم مدام فراموش میکنم کارامو یا جا میندازم از کار منو اخراج میکنم، یا این که چون همش تصمیمای ناگهانی میگیرم، یا خلق و خوم هی داره تغییر میکنه، با همسرم یا دوستم مشکل در رابطه پیدا میکنم، رابطه‌مون به هم میخوره. این چنین مواردی که ما میبینیم فرد در زندگی شخصیش، اجتماعیش یا کاریش دچار مشکل شده، دیگه اینجا مرز در واقع تشخیص اختلال نقص توجه بیش‌فعالی. البته غیر از این علامت بالینی یا شاخص بالینی، ابزارهایی هم هست، تست‌هایی هم هست که استفاده میکنیم، اونها این شک بالینی رو تایید میکنن یا ردش میکنن. متوجه شدم. و سوال دیگه که الان من دارم از خدمت شما اینه که این بازه سنیش چقدره؟
یعنی این بازه سنی ADHD بزرگ سالان که ما داریم میگیم از چه جایی تا چه جاییه؟ آیا مثلا شخصی که 50 ساله و دچار حواس پرتی میشه ما میتونیم تشخیص ADHD بذاریم یا نه مثلا از 20 سال تا حدود 40 سال 30 سال؟ این بازه سنیشو من خودم هم نمیدونم. خب این سوال خیلی خوبیه. ناکنین جالبه افرادم که وقتی مراجعه میکنن معمولا در سنین جوانی یا مثلا early adulthood تو دهه 20 و 30 ممکنه با شکایت نقص توجه مراجعه بکنه، ولی وقتی سن تو دهه 40 و 50 میره اتفاقا خود افرادم نمیگن دکتر ما آدم های بیش فعالی هستیم، میان ترس از آلزایمر رو دارن، یعنی اینکه میگن آها چون ما داریم خواب سن میذاریم نکنه این فراموشی حواس پرتی به خاطر آلزایمر دیزیز هستش. به یک نوعی هم همیشه من تاکید میکنم، حالا چون همکار پزشکیم اگه دانشجوی پزشکی هم تو جمعون هستن، گفته های مراجعین رو باید جدی بگیریم چون دلیل کلینیکال هست، اینا به عبارت خودشون شواهدی هستن که تجربه مراجعین رو ما نشون میده. معمولا نکته بالین این هست که معمولا ما موقعی تشخیص نقص توجه و بیش فعالی بزرگسالان میذاریم که در کودکی اون علائم داشته باشه. تقریبا میشه گفت که نیست کسی که سابقه کودکی نداشته باشه و در بزرگسالی یک دفعه تظاهر پیدا کرده باشه، مگر اینکه مبتلا به یک بیماری نورولوژیک شده باشه، مثلا ضربه به سر پیدا کرده باشه که دچار نقص توجه بشه، یا اینکه تشنج کرده باشه بدون بالون. پس حتما در کودکی باید باشه. سیر ADHD هم اینه که با افزایش سن معمولا علائم کاهش پیدا میکنه، یعنی اغلب تا سن بلوغ کاهش پیدا میکنن، نزدیک دو سومشون اگه درمان نشن در بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. لذا اگر ما ببینیم معمولا تو دهه دوم و سوم میبینیم، ممکنه که افرادی هم به سن 50 برسن ولی تظاهر علائم متفاوت میشن، دیگه اونجا نمیان بگن که من حواسم پرت چیزی رو فراموش کردم، اونجا بیشتر به صورت نوسان خلق پیدا میکنن و ممکنه کارهای ناگهانی، میگن یه آدم خیلی عصبانی یه دفعه از کوره در میاد، یا آدمی که مدام خلق و خوش عوض میشه، الان دو دقیقه خوشحال دو دقیقه غمگینه، بعد میان میگن نکنه ما دو قطبی آقای دکتر یا خانم دکتر. دقیقاً بعد که بررسی میکنیم نه سابقه نقص توجه بیش فعالی داشته، که در این صورت مسیر درمان تغییر خواهد کرد. نمیخوای سوال بپرسیم؟ پس آقای دکتر یه بخشی از یعنی افرادی که حالا احتمالاً خودشون فکر می‌کنن مسئله این که بی‌توجهی است، خیلی وقتا حتی ممکنه علائمی باشه که داره به ما از یک حالا یعنی اختلال دو قطبی یا شکلایی از افسردگی رو داره به ما نشون میده، یعنی خیلی وقتا این همپوشانی هم وجود داره. تو بزرگسالی معمولا با این شکایت نقص توجه کمتر مراجعه میکنن. علت این که در کودکی ما بیشتر میبینیم به خاطر این هستش که محیط مدرسه تقاضای فعالیت‌های درسی رو داره از کودک، چون اونجا نمیتونه تمرکز خودش رو نشون بده سریع پیدا میکنه و با شکایت نقص توجه میاد. ولی در بزرگسالی خیلی از افراد تو محیط آکادمیک و دانشگاه نیستن دیگه، به همین خاطر این شکایت گم میشه، مشکلات دیگه ای پیدا میکنن و اون مشکلات در واقع به شکلی هست که برای فرد ممکنه به صورت علائم نوسان خلق، افسردگی، احساس خستگی، بی انگیزگی، اعتماد به نفس پایین، تصمیم گیری های ناگهانی تظاهر پیدا بکنه. پس طبقه حالا چیزی که شما داریم میفرمایید و مرسام حالا اشاره کرد، توی بزرگسالی واقعا اگر کودکی فرد رو در نظر نگیریم احتمال این که همپوشانی داشته باشه با مثلا دو قطبی، بوردرلاین یا افسردگی بسیار بسیار زیاده، یعنی علائمش بسیار شباهت داره به همه اینها. خیلی در واقع یعنی بیشتر خودشو به شکل اختلالات دیگه روانپزشکی نشون میده، سالها با عنوان دیگه درمان میشن یا گاهی میرن دچار سوء مصرف مواد میشن. مثلا یه بار امتحان میکنه، مثلا میبینه که من گل استفاده کردم خوب بوده برام، یا تریاک استفاده کردم خوب بوده، یا شیشه استفاده کردم خوب بوده، و بعد
همون رو تکرار میکنن و به نوعی خوددرمانی رو انجام میدن. لذا در کسانی که سوء مصرف مواد دارن، یکی از تشخیص‌های پایه‌ای که باید بهش فکر بکنیم نقص توجه و بیش‌فعالی هست. ممنون آقای دکتر. یه سوالی من برام پیش اومدش، هم از صحبت‌های ابتدایی خودتون که من گفتم شاید من ADHD باشم، گفتین ADHD حالا سایدای خوبم داره حتی تو زندگی، هم که یه کتابی من تو کتاب حالا میشه گفت یعنی مثل کتاب توسعه فردی، کتاب ساینتیفیکی نیست ولی جالب بود، تو این کتاب اسمش از این راهش نیست، میاد یه سری مثال میزنه از آدم‌های خیلی درخشانی که یه سری اختلالات روانی دارن و حالا اختلالات روانپزشکی در واقع دارن و میگه که این آدما تو جای درست خودشون قرار گرفتن، مثلا این اختلال OCD داره ولی چون این شغلو داره اون OCD داره به این شغلش کمک میکنه، یا مثلا این شخص ADHDه ولی تو این شغل داره اتفاقا میدرخشه. من میخواستم از نگاه شما که تو این زمینه در واقع از نگاه ساینتیفیک در واقع از نگاه شما دوست داشتم بدونم که چقدر ما میتونیم این رو درست بدونیم که خب یک فرد ADHD اگر که توی جای درست قرار بگیره حتی میتونه کلی موفق شه و بدرخشه و چقدر این ایده میتونه اصلا درستی باشه. واقعیت اینه که یه مفهوم بزرگتری در سلامت داریم تحت عنوان health promotion، یعنی ارتقای سلامت. ما میتونیم دو مدل به سلامتی نگاه کنیم، یکی اینکه مشکل رو از بین ببریم، کیور کنیم یا علاج کنیم، یا اینکه نه مشکل رو بشناسیم باهاش ادجاست کنیم، یعنی تطابق پیدا بکنیم. توی مشکلات روانپزشکی اتفاقا گاهی این مهمه، یعنی اینکه ما بدونیم ویژگی های فردی اون فرد چگونه است، چه مخصوصا چه ویژگی های شخصیتی داره و بر اساس اون فرد بتونه خودش رو ادجاست بکنه و پروموت بکنه، یعنی ارتقا بده. اتفاقا در ADHD هم همین داستانه و خیلی میتونه در برخی از افراد کمک کننده باشه. همون داستانی که ما داریم همیشه، مثلا خانواده ها میگن که باید دکتر بشن این بچه همون، مثلا این ولی نمیدونم مثلا خانم دکتر شهرالاسلام میخواست دکتر بشه یا نه، یا دکتر گنجی‌زاده. من فکر کنم شما دو نفر اولویت اولتون پزشکی نبوده احتمالا که الان این کارا رو میکنین، منم میخواستم. میدونید داستان اینه که خانواده ها یه مدل رو اصرار میکنن که حتما باشه، ولی به عنوان مثال کسی که نقص توجه داره حتی اگه ما درمانش هم بکنیم خوبه که توجه بشه که مطابق با توانمندی هاش بتونه کار بکنه و شغل پیدا بکنه. به عنوان مثال اگر یک فردی که علائم ADHD رو داره شما بخواید بذارید مثلا حسابدار یه جای، اون حساب کتاب فاجعه است دیگه، میدونید این عددا جابجا میذاره و آخر اصلا کل ساختار به هم میریزه و هم طلبکارا شاکی میشن هم بدهکارا در میرن، هزار داستان پیدا میکنه. ولی اگه شما یه فردی که ADHD داره بزنید تور لیدر، اصلا با حالترین فرد برای تور، البته درسته مثلا ممکنه بقیه مسافرها گم کنه این وسط و مثلا کلید اتاق رو جابجا بزنه، ولی برای اینکه بتونه هر جا رو پیدا بکنه شما هر بار با این تور برین میبینین چیزای جدید بهتون میگه، چون همش دوست داره تجربیات جدید داشته باشه. میگن که کارهایی که نیاز به نابلتی داره مثل هنر، کارهایی که نیاز به ارتباط سوشیال اجتماعی داره، حتی پزشکی، روانشناسی، خلاقیت، اینا میتونن آدمایی که ADHD هستن موفق‌تر باشن. و ولی کاری که خیلی دقیقن ریزن چارچوب خیلی فیکسی دارن، مثل کسی که باید مثلا مدیر باشن یا مثلا بالفرض مثال بخوان که حسابداری انجام بدن، اینا براشون خیلی سخته و ممکنه که موفق نباشن یا خیلی انرژی زیادی رو صرفش میکنن. خیلی جالبه. خیلی وقتا من فکر می‌کنم خیلی از آدما توی خانواده‌ای هستن که تو اون فضا مثلا حالا یه مادر خیلی سختگیر، یه پدر خیلی سختگیر که یه عالمه دیسیپلین داره و بعد حالا فردی که این تریت‌ها رو داره تو اون محیط همش میخواد تقلید کنه که تو اون دیسیپلینه جاشه و هرگز هم نمیتونه تو اون فضا خودشو قرار بده و بعد فقط میشه ناکامی و بعدم والا یه روحیه‌ای که دیگه خیلی انگیزه‌ای بهش نمیده برای تلاش و پویایی و این خب خیلی داغون میکنه آدم ها، دیگه زندگی نزیسته میشه بیشتر. و فکر میکنم این خیلی امیدبخش و جالبه که ما بتونیم
مدل زندگی که به شخصیتمون میخوره رو پیدا کنیم، اون لایف استایل مناسب خودمون رو پیدا کنیم و توش قرار بگیریم. خیلی نکته جالبی بود. من دوست دارم آقای دکتر یه کوچولو هم از در واقع عللش بدونیم. قابل پیشگیریه؟ یعنی مثلا فرد چقدر میتونه این قضیه رو خودش پیشگیری کنه؟ خانواده ها میتونن حالا اگه بخوان، حالا البته گفتیم که تمرکز رو بحث بزرگساله، ولی چقدر عللش رو میدونیم که بخوایم واسه پیشگیریش کاری انجام بدیم؟ واقعیت اینه که علت شناسیش هنوز کاملا قطعی نشده، ولی شواهدی هست. به طور مشخص وراثت خیلی موثره. اینکه تو خانواده کسی پدر یا مادر مبتلا به ADHD باشن، فرزندان احتمال اینکه بگیرن افزایش پیدا میکنه، یا اینکه در دوران بارداری یا موقع تولد دچار مشکلاتی زایمان یا مثلا تأخیر در زایمان اینها بشن، که اون هم میگن موثره. یه مدلش هم همین مدل ثانویه گفتم خدمتون که این خیلی خوشگیم‌تره. در واقع ما اگر در یک محیط نابسامانی رشد پیدا بکنیم یا محرک‌های بسیار زیادی باشه، ممکنه که ذهن ما اون ساختار رو نگیره. کماکان که محیط‌های خیلی خیلی ساختارمند و محیط‌های رشد این که چارچوب داشته باشن، احتمال این که ذهن ما و رفتار ما رو ارگانایز یا سامانمان بکنن بیشتره. با توجه به این که علت‌هایی که خدمتون گفتم، یه بخشش بیولوژیکه، یه بخشش هم میتونه محیط شدت بده و بدتر بکنه یا بهتر بکنه، اون قسمتی که ما رو تولد خب اگر بتونیم جلوگیری کنیم خیلی خوبه، وگرنه بعدش ما بگیم که بالفرض مثال کارایی میشه کرد که ما جلوی ADHD رو بگیریم و ژن رو از بیانش جلوگیری کنیم، هنوز نه، ولی حداقل میشه کمک کرد که ما در واقع در رشد فرد اگر به عنوان مثال بتونن در محیط های با ساختار بهتری و اینکه نظم و نه به صورت سخت و خیلی خشن ولی تجربه بکنن، یاد بگیرن، این میتونه اثر بذاره و ذهن رو متمرکزتر بکنه. وگرنه باید وقتی که فرد دچار اون حالتا شد، بهتره که در واقع تشخیص داده بشه، درمان بشه و از تکنیک‌های رفتاری کمک بگیریم که شدت پیدا نکنه. ممنون ازت. آقای دکتر گنجی‌زاده شما سوالی دارین یا من بپرسم؟ من واقعیتش سوالی که الان داشتم از آقای دکتر اینه که حالا توی اون لایو قبلی هم که تو نورنیو داشتیم از خدمت شما همین رو پرسیده بودم، بحث اینه که این حواس پرتیه به چه معناست واقعیتش و چه تفاوتی با اختلال تمرکز داره؟ چون ما اینا هر کدومشون یه تعریف جداگانه ای دارن. اینو اگر لطف بکنید برامون بگین خیلی ممنون میشم. موقعی که با هم هم صحبت میگم با خانم دکتر استام، اصلا گفتیم که بیایم عنوان رو بذاریم غفلت، حواس پرتی و نقص توجه. واقعیت اینه که غفلت، همه ما غفلت تو زندگیمون داریم، از ارزش ها یا باورهای معنوی یا اهداف یا خیلی چیزا ممکنه غفلت داشته باشیم. امر کاملا انسانی و رایج هستش. حواس پرتی هم باز در حوزه، من بر اساس ترمینولوژی فارسی دارم میگم، حواس پرتی هم باز میتونه یک در واقع نورمال وریشن رفتار باشه. ما گاهی ممکنه حواسمون پرت باشه، مثلا من دارم با شما صحبت میکنم، با مثلا دکتر داره گوشیشو نگاه میکنه، مثلا شما این موسیقی ممکنه بشنوید اون ور حواستون بره، الان ذهنتون بره جای دیگه. حواس پرتی هم در دامنه رفتار معمول قرار میگیره که ما در روی یک کار یا یک تسکی اون توجه کافی رو نداشته باشیم. اما یک آستانه‌ای داره، از یک حدی بیشتر تبدیل به نقص توجه میشه. یعنی در واقع حواس پرتی در یک دامنه معمولی قرار میگیره، ولی اگر از یک حدی بیشتر بشه که همون حد اختلاله، باعث نقص توجه میشه. و نقص توجه دیگه یه سندرومه، یه نشانگانی که خدمتتون گفتم که دیگه چند تا مجموعه علامتن. فقط این نیستش که من دارم با شما صحبت میکنم حواسم مثلا تو اون تابلو رو بروم هستش، یا سر کلاس نشستم صدای استاد رو میشنم ولی دارم خاطرات گذشتم رو مرور میکنم. وقتی که این حواس پرتی مستمر میشه و با علائم دیگری همراه میشه، مثلا این که دیگه من خیلی آدمی میشم که تصمیمای ناگهانی میگیرم، مدام وسط حرف آدما میپرم،
مدام اینه که از خطاهان درس نمیگیرم و مدام اشتباهات تکراری میکنم، یا اینکه خلق و روحیم نوسان داره، گاهی شادم گاهی غمگینم و مثلا ممکنه که کارام خیلی بی نظم باشه، خیلی خیلی شلخته باشم، کارامو نیمه تمام بذارم. اگر اینا همه با هم دیگه جمع شد دیگه میشن به اصطلاح یک نشانگان، یه مجموعه ای که با هم دیگه میشه اون سندروم نقص توجه که دیگه باید براش فکر بکنیم. ممنونم، مرسی مرسا جان. شما مرسی ازتون. من بکنم با این بک‌گراندی که دارن هم یه مقدار تنوع دارن هم نظم و ترتیب هم دارن، درسته؟ دقیقا میخواستم بگم که ایشون نمیتونه OCD باشه به خاطر اینکه کتاباشو خیلی خوب چیده. ببخشید چیز ADHD نمیتونه باشه، OCD همون شاید بتونه باشه چون خیلی خوب چیده کتابا. نه، یه طرفش OCD یه طرفش نیست، اون طرف هم میبینید الان واقعا به هم ریخته است، اصفایی میکنم. بعد قبلش مرتب یه سری کتاب برداشته بودم، امروز رفته بودم ویدیوی معرفی کتاب ضبط کنم، یه مقدار اگه به هم ریختت اصفایی میکنم. من یه سوالی برام پیش اومد الان، یه چیزی که خیلی من میبینم، حالا چندین بار پیش اومد، دیدم این سری آدم ها هستن که تو معرفی خودشون میگن من ADHD هم، مثلا خیلی عادی، مثلا من ADHD هم و من یه نظم در بی نظمی هم و مثلا یه جورایی انگار که مثلا این لیبل منه و بعد مثلا میگم خب مثلا دارویی مصرف میکنی، پیش پزشک میری، روان پزشک در واقع، و پاسخشون اینه که نه خب من مدلمه و دارم با این مدل زندگی میکنم. من فکر میکنم این یه جوری، بعد مثلا انتظارشون اینه که ما باید خودمون رو وقف بدیم، مثلا ما باید عادت کنیم که اون آن تایم نباشه یا بی نظم باشه یا ددلاین ها رعایت نکنه. این حالا شاید این خیلی پیچیده است، شاید اختلالات دیگه که هم خودشیفتگی هم با خودش داره، ولی حالا نمیخوام روی این بحث کنم، ولی میخوام روی این بریم به این سمت که اگر من حالا به هر شکلی به شکل دقیق در واقع تشخیص ADHD داره روم داده میشه، حالا باید بگم من اینم و فقط همین که بتونم به دیگران توضیح بدم و بگم منو مثلا بپذیرید کافیه، یا نه من باید برم دارو مصرف کنم و یه روندی رو طی کنم؟ یعنی این بخش درمانش به چه شکله و یه مقدارم اگه در این باره برامون بگید خیلی عالی میشه. ممنون ازت. من در ادامه صحبت‌های مهسا استاد اینو خدمتتون بگم که حالا علاوه بر درمانه که مثلا بحث دارویی و اینجور داستانا هست، بحث غیر داروییش چطوره؟ یه تیکه خودتون اشاره کردین که مثلا ما بتونیم جایی فرد رو ببریم که مواجهه کمتری با دیستراکشن ها داشته باشه، هم درمانهای پیشگیرانش هم درمانهای بعدش، اگر چه دارویی چه غیر دارویی، ممنون میشم توضیح بدین. مرسی. بله، نکنیم واقعیت اینه که اون نکته که شما گفتین، خب غیر از ADHD در چیزهای دیگه هم هست، مثلا یه عده میگن آقا ما دو قطبی، یا مثلا من آدمی هستم که مثلا آدم اجتماعی نیستم، یا آدمی هستم که خیلی خونگرمم دیگه، باید من آدم جوکی هستم مثلا، باید دیگران منو بفهمن. این در جاهای دیگه هم اتفاق میفته، مخصوصا حالا شما هم که میدونید که دانشکده پزشکی مثلا وقتی بچه‌ها میان استاجرن توی بخش روان، میان قبل از اینکه بخش روان بعدش که میان بیرون، هزار تا بچه هست با هم میزن، بعد با هم دیگه هم میگن این گنجیزاده شخصیتش اونه، اون که مثلا آنتی سوشیاله، اون که مثلا هیستریونیکه. لیبل ها اصلا اعتباری ندارن و واقعا خیلی باید آدم با دقت و با حوصله و با حساب کتاب اونها رو بررسی کنه، و بهتر هم هست که یه نفر دیگه آدم رو ببینه تا خودش. خوبه ها، ابزرویشن مشاهده ما کمک میکنه که ما برخی از مشکلات خودمون رو بفهمیم، ولی یه نفر دیگه که واردتر از بیرون از ما رو داره میبینه، حتی مثلا من که روانپزشکم، بهتر یه نفر دیگه منو ببینه و بعد اِوالوییت بکنه، ارزیابی بکنه، ببینیم که مثلا من چی هستم. اما اینکه فرد فقط بگه من این مشکل رو دارم پس دیگه مشکل دار هستم و دیگه تغییر نمی کنم، این خطاست. خیلی از افراد تو این عنوان میمونن، میگن که آها پس من فهمیدم که ADHD دارم، من فهمیدم دو قطبی هم، من فهمیدم سرطان دارم، من فهمیدم که مثلا آسم دارم، دیگه پس دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه دست ما بسته است و دیگه پس بقیه باید بسازم. اتفاقا نه، تو روان پزشکی ما وقتی که
گام اول مشکل رو فهمیدیم، در گام‌های بعدی چه دارو چه غیر دارو خیلی کارا میشه انجام داد که فرد بتونه یک قدم برای زندگی بهتر و خوب برای خودش و کسانی که باهاش زندگی میکنن برداره. از جمله در مورد این نقص توجه ما نگاه سه جانبه ای داریم، میگن هم بیولوژیک باید نگاه کنیم، زیستی نگاه کنیم، هم روانشناختی باید نگاه کنیم، هم اجتماعی باید نگاه کنیم. توی مدل زیستی دارو کمک میکنه، دارو میتونه کمک کنه و اتفاقا هم موثره، شواهد خیلی خوبی هم هست. قبلنا مخصوصا در کودک و نوجوان صحبتش این بود که در معمولا اینا در بلوغ دیگه کم کم نیازشون کاهش پیدا میکنه، میشه دارو رو قطع، ولی الان گاهی واقعا لازمه فرد تا سالها دارو رو استفاده بکنه. اما واقعا دارو مشکل رو حل نمیکنه. یکی از ویژگی های افرادی که اتفاقا ADHD دارن اینه که میخوان خیلی زود به نتیجه برسن، حوصله ندارن، صبرشون کمه، میخوان راه 100 ساله رو یک شبه برن، سری مثلا دکتر بشن، سری پولدار بشن، سری فالوورهاشون به 1,000,000 نفر برسه. اینا خب اینا خیلی چیزاست دیگه، اینا انگیزه های ADHD هست، تو افرادی که ADHD ممکنه باشن دیده میشه. به همین خاطر خیلی تاکید دارن یه راهی پیدا کنن که دارو من بخورم سریع خوب شم، یا مثلا برم نورو فیدبک سریع خوب شم. اتفاقا نه، باید بدونیم که نه، حوصله میخواد، زمان میخواد. و غیر از دارو اگه بخوایم اون بخش سایکولوژیکال رو نگاه کنیم، مداخلات شناختی رفتاری و اصطلاحا کوچینگ بهشون میگن، یعنی یه نفر بیاد فرد رو کوچ بکنه، بهش کمک بکنه که زندگی خودش رو نظم بده، هدف تو زندگیش بذاره، رو هدفش متمرکز باشه و بتونه اونا رو دنبال بکنه، در خودش انگیزه ایجاد کنه. اینا معمولا روش های موثری هستن. توی روش های توی مداخلات سوشال هم همین هم هست، در واقع فرد بتونه کار مناسب با خودش پیدا بکنه، بتونه خانواده رو آشنا بکنه با مشکلش، اونا همکاری بکنن، شریک زندگیش رو هم همینطور بتونه در واقع همراه بکنه و بهش توضیح بده. و اینها میتونن در کنار دارو به فرد کمک بکنن و پاسخ خوبی دیده میشه واقعا، میدونین؟ یعنی اگر این درمان انجام بگیره خیلی تغییرات دراماتیکی آدم مشاهده میکنه که افرادی که تو درمان بودن زندگیشون فرق میکنه. متوجه شده. حالا به جز دارو دکتر، مثلا من فکر کنم 2 سال پیش بود بازی اندویر در اومد بیرون، هنوز که البته فکر نمیکنم به جز آمریکا اون بازی الان جای دیگه ای ارائه بشه یا نه، اما مثلا بازی عینک وی آر اندویر اومد بیرون و به FDA اپروف شد برای اینکه کمک بکنه به افرادی که مثلا ADHD دارن و کمکشون میکنه در روند درمانیشون. حالا بجز اون بحث مشاوره، بحث چیزی که شما فرمودین کوچینگش که یه نفر باشه براش بتونه اهداف زندگی بچینه، کمکش بکنه که زندگیشو منظم بکنه، بحث حالا دارو درمانی، روش‌های دیگه‌ای هم مثلا مثل همین وی آر تراپی یا فرضاً اپلیکیشن هایی که برای بجز اون 4%، خب ما یکم اون 4%ه که حالا شاید تعداد کمی الان جز فالوورهای ما باشن و کسایی باشن که تو ویدیو ما هستن، یه بخش زیادیش آدم هایی هستن که دچار نقص توجه هن، دچار حواس پرتی هن و این آدم هایی که الان اینجا هستن و ما رو دارن فالو میکنن، اینا دوست دارن بدونن که خب من حالا تو این شرایط قرار گرفتم، فهمیدم احتمالاً جز اون 4%ام نیستم، چجوری میتونم حالا من چیز بکنم، کمک بکنم به خودم که حافظم بهتر بشه؟ بله، اینم هست، اپلیکیشن هایی که وجود داره، شما خیلی گفتین، مثلا فوکوس اتویل هم هست یا برین اسپارکر هم هست، اینا اپلیکیشن های خوبی هستن که میتونن افراد، کسانی که هم ADHD دارن هم ندارن، از اونها استفاده بکنن. تو زبان فارسی ما نداریم هنوز، ولی اینها موجود هستن و میشه آدم از اونها استفاده کنه. یا حتی مثلا یه ریمایندر ساده رو گوشی، یا برخی از اپلیکیشن های هستن که برای پروگرامینگ پلانینگ، مثلا ایزی پلانر، اینا رو گوشی آدم هست، اپلیکیشن های هستن که رایگان هم هست و میتونه کمک بکنه به کسانی که
حواسشون یکم بیشتر پرت میشه و تو بتونن برنامه‌ریزی کنن. متوجه شدم. پس یعنی اگر مثلا بیان از اپلیکیشن های حالا تاسک منیجر یا مثلا پلنر استفاده بکنن، باعث میشه که ما یه مقدار وضعیتمون بهتر بشه. من شخصا خودم از گوگل کلندر بیشتر از همه استفاده میکنم، یعنی اگر چیزی داخل گوگل کلندرم نباشه قطعا فراموش میکنم و دیگه بهش نمیتونم برسم. دقیقا همینه. و یه باور عامه وجود داره که میگن اگر ما کاری رو یادداشت بکنیم یا توی موبایل بذاریم، این منجر خواهد شد که حافظه ما ضعیف بشه، تمرکز ما ضعیف بشه. اتفاقا شواهد نشون میده وقتی شما از یادآورها استفاده میکنید، از ریمایندرها، تمرکز حافظه شما بهتر خواهد شد. آقای دکتر گنجی‌زاده، چی شد؟ آقای دکتر، آره احتمالاً یه لحظه اینترنتشون قطع شده، حالا دوباره من حتما ادشون میکنم. آقای دکتر یه سری فعالیت‌های شاید متاسفانه آقای دکتر یه سری فعالیت های کلاسیک تر، مثلا اینکه مدیتیشن، مثلا یوگا، مثلا کتاب خوندن، با توجه به اینکه حالا ما میدونیم مغزمون یعنی پویاست و داینامیکه و این آرایش نورون ها میتونن تغییر کنن، این تسک های اینطوری، این روتین های اینطوری هم میتونن موثر باشن تو اینکه ما متمرکز تر باشیم، یا بیشتر بریم سمت همین اپلیکیشن؟ واقعیت این مواردی که شما گفتیم مثل یوگا، کتاب خوندن و اینها روش های جنرالی هستن که تو خیلی چیزا به درد میخورن دیگه. مثلا توی استراب هم به درد میخورن، توی مثلا افسردگی هم ممکنه در برخی از اوقات به درد بخوره. اینجا هم میشه استفاده کرد، ولی به شرطی که یک نظمی داشته باشه، یه برنامه‌ریزی داشته باشن و یک مسیر رو دنبال کنن، آره خیلی خوب. وگرنه مثلا کتاب بخونین، سول کنین، ولش کنین، اینا اصلا این داستان بدتر میکنه. مخصوصا افرادی که ADHD هستن، کار نیمه تمام میرن رها میکنن، بعد هر کار نیمه تمام که میکنن پشیمون میشن و بعد مثلا خودشون رو سرزنش میکنن که میگه من آدم مثلا جدی نیستم، من پیگیر نیستم، و خب این ممکنه که بیشتر اذیتشون بکنه. یعنی یک استمرار و یک حبیتی و یعنی عادت بشه مثلا اون کتاب خوندن اون یوگا. توی کوچینگ خیلی تاکید به این میشه که گول ستینگ کنن، یعنی اینکه افراد یک گولی رو، یه هدفی رو برای خودشون انتخاب میکنن با همکاری کوچشون، بعد چانکینگ میکنن، هدف رو تیکه تیکه میکنن، کوچیک کوچیک میکنن تا اون هدف بزرگه برسن. این خود چانکینگ و گول ستینگ کمک میکنه که کم کم ذهن اون فرد سازماندهی بشه و از اون پراکندگی و به هم ریختگی در بیاد. ممنون ازتون. یه نکته هم تو صحبتاتون بود، گفتین که این مراجعه برای درمان و حالا اون پیگیری درمان میتونه واقعا کیفیت زندگی فرد رو تغییر بده. من خودم چند تا کیسی رو میشناسم، حالا افرادی که دیدم که در ظاهر خوب بود، مثلا دانشجوی پزشکی بود و به هر حال توی موقعیتی بودش که از بیرون خیلی ها دوست داشتن باشن، اما بعد از اینکه درمانو جدی دنبال کرد، این توی لولی قرار گرفت که اصلا هیچکی تصور نمی‌کرد که اینقدر میتونه این فرد رشد کنه و اینقدر پتانسیل رشدش بالاست. حالا اینو از این جهت میگم که واقعا خود فرد، خود آدم واقعا نمیدونه که این درمانه چقدر میتونه فرصت‌های رشد بیشتری براش ایجاد کنه، و واقعا خب خیلی بی‌نظیره که آدم بتونه از پتانسیلش بیشتر استفاده کنه. خیلی ممنون ازتون. آقای گنجی‌زاده، شما نکته سوالی هست که بخواید مطرح کنید؟ من دارم قطع و وصل میشم، بحثو ندارم، ولی راستشو بخواید نمیدونم الان در چه پوزیشنی از من سوال شد، ولی دارم سعی میکنم بفهمم چه اتفاقی داره میفته. واقعیتش خیلی پوزیشن سختی داشتم. الان هم صدامون رو نداری آقای دکتر؟ چرا الان دارم، یعنی همون موقعی که الان داشتی صحبت میکردی، بعد از اینکه آقای دکتر راجب یوگا گفتن، یعنی یه تیکه که قطع شدم دوباره اومدم، آقای دکتر دیدم دارن راجب یوگا میگن، بعدش دیگه بازم همینطور هی آروم آروم داشتم گوش میکردم که چه خبره. الان اگه چیزی هستن در تمرکزتون خوبه، سریع آخر رسیدیم پیدا کردیم داستانو. آره دیگه دیدم دارن همه منو نگاه میکنن، گفتن احتمالاً پس الان من باید چیزی باید بگم. درسته.
بله من گفتم واقعیتش بفرمایید. واقعیتش ممنون آقای دکتر، من سوالی ندارم، فقط چیزی که حالا شاید به عنوان جنبندی بخوام بگم در این حدی اون چیزی که خودم برداشت کردم در طی جلسه‌ای که الان برگزار شد اینه که خب ما یه چیزی حدود 4-5% جامعهمون در بزرگ سالان هستن که بحث ADHD برشون مطرحه و این معمولا هم همونطور که شما فرمودین برمیگرده به دوران بچگیشون و باید نگاه بکنیم و ببینیم که توی دوران بچگیشون چه علامتهایی داشتن و اون چیزی که ما معمولا در دهه 20 تا 30 تا 40 مون فرزند داریم شاید هم حالا یه مقدار بالاتر بیشتر برمیگرده به حالا یا استرس های زندگیمون یا استرابمون یا افسردگیمون یا حالا باقی چیزهایی که میتونه برای ما به وجود بیاره و بعد از معمولا 40-50 هم که برمیگرده حالا به اختلالات دمانس و چیزهای دیگه ای که هست. در رابطه با روش های درمانش هم که اولین درمانش اینه که مواجهمون رو کمتر بکنیم با اتفاقاتی که دوروبرمون هستش و سعی بکنیم که توی محل هایی که دیسترکشن زیادی داره قرار نگیریم و بعدش حالا روش های دیگه مثل نورو فیدبک وجود داره، دارو درمانی وجود داره، یه سری اپلیکیشن ها رو شما لطف کردین معرفی کردین، بازی های وی آر هستن، کلا یه سری بازی ها وجود داره که اینها هم میتونن توی بحث های درمانی کمک بکنه. من چیز دیگه حالا به نظرم نرسید، اگر شما بحث دیگه استاد دارین که بخواین این جنبندیه رو تکمیل بکنین خیلی ممنون میشن که بفهمین. خیلی متشکرم، همین ها بود. من فکر میکنم که خیلی خوب مرور کردین. اتفاقا یکی از کارهایی که برای تمرکز بهتر هست اینه که ما هر از گاهی وسط کارامون، وسط فعالیت‌های زندگیمون یه مرور داشته باشیم، یعنی اینکه یه ریویو بکنیم، یه اصطلاحا جمع‌بندی بکنیم، خیلی کمک کنه حواس ما جمع بشه. من فهم کنم این لایوی که داشتیم با هم یه مقدمه بسیار بسیار کوچیکی بود که در واقع شاید برای آشنایی با این موضوع هست خیلی زمان بیشتری خواهد نیاز داره و امیدوارم حالا در فرصت‌های بعدی بتونیم با هم بیشتر صحبت بکنیم و اگر نیاز بود در خدمتتون خواهم بود. خیلی ممنون از لطفتون، ممنونم که تشریف آوردین. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دوی، خیلی ممنون آقای گنجی‌زاده عزیز که همیشه خیلی عالی همراه هستین و باعث میشین که لایف ها خیلی عالی تر جلو بره. من میخواستم یه برای سوال آخر از آقای دکتر اربابی عزیز بپرسم که کتاب یا فیلمی که بتونه به ما یک درک بهتری از ADHD بده، حالا خیلی از دوستان شاید درمانگر باشن یا دانشجوهایی باشن که علاقه من باشن بیشتر در این باره بخونن، اگه پیشنهادی دارین خیلی ممنون میشم ازتون. یه فیلم تو یوتیوب هست خیلی به نظر من خیلی خوب و جالب در مورد ADHD بزرگ سالان صحبت میکنه. منم چون تاکیدم روی ADHD بزرگ سالان هست، عنوانش هم هست Just Not For Kids ADHD، یعنی ADHD فقط برای کودکان نیستش. همینو اصلا بزن توی یوتیوب میاد و خیلی نزدیک 40 دقیقه است. به نظر من خیلی خوبه. حالا من الان کتاب در زمین فارسی در مورد بزرگ سالان حضور ذهن ندارم ولی توی انگلیسی خیلی زیاده، ولی این فیلم رو من توصیه میکنم ببینن و خیلی میتونه کمکشون کنه، راهنماییشون کنه. فیلم ADHD Just Not For Kids. بله درست. بله من فهمیدم وسط. خیلی دارن میپرسن که اون اسم اپلیکیشن ها رو اگه میشه دوباره بگین. یه سریش شما گفتی، یه سریش من میگم، میخواین اول شما بگین؟ من یه دونه اندویر گفتم اصلا چیز نگم. آره اندویره که داخل ایران هم قابل دسترس نیست فعلا. آره یکی فوکس ات ویل هست، دیگری برین اسپارکر هست، بعد ایزی پلانر هست. اینا این ستا رو من پیشنهاد میکنم. ممنونم. حالا گوگل کلندرم میرم برای برنامه روزانم استفاده میکردم، یه سری اپلیکیشن هم بچه های نورونیو لطف کردن و
توی پیج نورونیا الان هستش، توضیح دادن که هر کدومشون چجوری میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت شناختی افراد، بهبود حافظه. میتونین برین تو پیج نورونیا، همین پیجی که الان من باش لایو اومدم، پستشو بفرستین آقای دکتر، من استوری میکنم، پست این پستو برام بفرستین، حتما استوری. خیلی ممنون ازتون، خیلی ممنون واقعا آقای دکتر، ما خیلی همیشه از شما یاد گرفتیم و من واقعا باعث افتخارم بود که شما حضور داشتین و استفاده کردیم از صحبتاتون. ممنون آقای دکتر گنجی‌زاده، ممنون از حضور فوق‌العاده همشگیتون. و اینکه من از دوستانی که همراه بودن در این لایو خواهش میکنم که این اطلاعات رو فقط بر خودشون نگه ندارن، با بقیه به اشتراک بگذارن، منتشر کنن. خیلی ها این روزا این دغدغه تمرکز رو دارن و برداشت صحیحی از این بحث ADHD نیست و میتونه این لایو آگاهی بخش باشه و کمکشون کنه. ممنون از اینکه همراه بودین، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. من لایو رو سیو میکنم و خلاصه از منابع و مواردی که معرفی شد در لایو رو هم توی استوری ها در اختیار دوستان قرار میدم که بتونه بهشون کمک کنه. بی نهایت سپاسگزارم ازتون. خیلی متشکرم خانم دکتر، دکتر گنجی‌زاده عزیز، ممنون که این فرصت رو ممنون که تشریف آوردید صحبت کنیم. از همه عزیزانم که حضور داشتن و حوصله کردن ممنونم. ممنون آقای دکتر، دست شما درد نکنه. مرسی، شب همگی بخیر. خدا مرسی، خدا حافظ.